چندی پیش 23 شخصیت از بلند پایه ترین شخصیت های آمریکا از هر دو حزب در یک نامه به ترامپ فراخوان به اتخاذ سیاست جدیدی در مورد ایران دادن که در اون به منافع و حقوق مردم ایران و نه رژیم آخوندی رسمیت داده بشه بلافاصله وزارت اطلاعات و سایر ارگان ها و, و رسانه های رژیم آخوندی اکسرعمل شدید و وحشت آلودی نسبت به اون نشون دادند. در اینجا همراه میشیم با آقای مسعود امیرپناهی و سوالاتی رو مطرح میکنیم آقای امیرپناهی با سلام به شما چرا یک نامه یک نامه که این 23 شخصیت دادن باید موجب چنین وحشتی در رژیم بشه بله در یک کلام چون این نامه انگوش گذاشته روی راه حل واقعی منطقه یعنی مقاومت و مجاهدین به همین دلیل رژیم از این تا این اندازه وحشت کرده چون واقعیه ببینید گروهی از شخصیت های تراز اول آمریکا مستقیما برداشتن یه نامه نوشتن به رئیس جمهور جدید و اون رو به حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران ترغیب کردن خب این مقاومت چیه چیکار کرده این همون مقاومتیه که از چهار دهه سرکوب بی سابقه در واقع در تاریخ معاصر شیطانسازی و جنگ روانی کثیف و پرهزینه محکم و استوار بیرون اومده علاوه بر اون رژیم هم دیگه دست کثیف خودش و مزدوراش به اونها نمیرسه یعنی دیگه در تدافع نیستن ابتکار عمل دست اوناست بنابراین حق داره که وحشت کنه اما جالب واکنش های متناقض رژیمه که نشون دهنده بی‌تعادلیشه از یه طرف طبق آدم تا همیشگیش وزارت اطلاعات رو که مامور اصلی در واقع شیطان سازی و دروغ پراکنی هستن معمول کرده که یه طوری تأثیرات این نامه رو روی در واقع نیروهای وارفته خودش کم کنه مثلا شعبه هاویلیان اومده با گندگویی گفته که مجاهدین توان ارزندام در برابر جمهوری اسلامی ندارن در ادامه هم نوشته که مجاهدین که همواره با ارائه باجهای کلان به مقامات بازنشسته اروپایی و آمریکایی میرود این بار آخرین گروهی را که در دولت اوباما بازنشسته شده اند را برگزیده و به سراغشان رفته و این گروه خواستار پایان حکومت دینی در ایران شدن در واقع معلوم نیست که اگه مجاهدین توان ارزندام ندارن چرا رژیم این همه فیلم و در واقع سریال و کتاب و این چیزا منتشر میکنن تا به قول خودشون در واقع مانع جذب نسل جوان به مجاهدین بشن همین شعبه هابیلیان رفته مجلس رژیم و از تعدادی از اونها مصاحبه گرفته و اونها رو منتشر کرده که آره ما قوی هستیم و مجاهدین یک گروه شکست خورده هستند، در میان ملت جایگاهی ندارن ابزار کار بردین و آخر. اما از طرف دیگه جالب موزیگیری تلویزیون رژیمه که همه رشته های این شعبه وزارت اطلاعات رو پنبه کرده و اینطوری میگه سریال نامنگاری ها به ترامپ از بازنگری در برجام تا حمایت از منافقین یک نامه جدید اما تکراری این بار از 23 مقام سابق آمریکا به دونالد ترامپ آن هم با مضمون حمایت از گروهک بدنام منافقین امضا کنندگان این نامه تعدادی از چهره های با در سیاست های آمریکا هستند از جمله رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک چهره ای که سابقه حمایتی وی از این گروه تروریستی طولانی است ما هم مثل شما معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی ایران باید برود نه تنها ما بلکه همه جامعه ملل در کنار شما هستند متشکرم متشکرم این را ما باید بارها به شما بگوییم چون شما شجاع هستید و کسانی هستید که کشور و مردمتان برایتان مهم است متشکرم متشکرم مقامات آمریکایی از منافقین تشکر می کنن. آن هم برای حمایتشان از مردم ایران بله همطور که ملاحظه کردید تو انتشارات وزارت اطلاعات میگه وازنشسته تا در واقع نی توی نیروهای وارفته خودش اینطور وانمود کنه که اینا قدرت اجرایی ندارن بنابراین نترسین از طرف دیگه تو تلویزیونش میگه چهره های با در سیاست آمریکا صرف نظر از جنبه تنزگونه این تناقض اما واقعیت اینه که این واکنش های متناقض رژیم نشون دهنده بی تعادلیشه اونم در مختصات جدید که خودش رو در واقع تو این نامه 23 شخصیت آمریکایی خیلی خوب نشون داد خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای امیر پناهی و ازتون خدافزی میکنم